سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به چینل یوتیوب ما ریفیجیس لایف، اولین برنامه ما در یوتیوب. دوستان عزیز، بعضی سوال ها بود که میگفتن زندگی مهاجران در کشورهای دوست، نزدیک یا دوردست چگونه سپری میشوند. پس ما به همین دلیل برای شما یک ویدیوی تهیه نمودیم تا شما بفهمین که زندگی مهاجران در کشور نزدیک دوست در تاجیکستان چگونه سپری میشوند. از زبان خود ایشان باید بشنویم و ببینیم که اونها چی گفتنی برای شما دارن. پس ویدیو رو تا آخر تماشا نمایید و ببینیم که اونها چی گفتنی دارن. پس با ما باشید. سلام علیکم، خوب هستین کاکا؟ وعلیکم السلام. شکر شما خوب هستین جان. شما شکر پاس به خدا بخیر بشه. بسیار خوب کاکا، میشه خود یک معرفی کنین اسمتان و از کجا هستین؟ اسم ما بزرگ بچه ما است رحمت الله اقبالی از ولایت کابل. بسیار خوب، بسیار خوب. شما چی مدت میشه در تاجیکستان زندگی میکنین؟ والا کم میشه، 6 ماه میشه. 6 ماه؟ مدت 6 ماه میشه که در تاجیکستان زندگی میکنین. خب چی حالت دارین در تاجیکستان؟ چی کاروبار مصروف چی هستین؟ والا مصروفیت و کار نداریم بچین، اینجا کار نیست. خب کار نیست دیگه، اومدیم دیگه از این مجبوریت هم اینجا اومدیم، مهاجر شدیم دیگه، ببینیم خدا چی میکنه. بسیار خوب، بسیار خوب. آیا زندگی اینجا خوبتر از کشور خودتون هستن؟ والا از نظر امنیتش خوبتر است، اینجا سهولت داریم، از دیگه نظرش دیگه نداریم. زندگی در اینجا به حیث یک مهاجر چگونه است؟ برای میشه سختن یا آسان؟ والا کلان سخت است، از وطنت که دور باشه خوی جاتمن سخت است. کار نیست دیگه، نیست روزگار نیست، مقصد اینجا خورده خواستیم دیگه، ببینیم خدا چی میکنه. خدا مهربانه، خدا مهربانه. خب آیا پشت وطن هم دق شدین؟ 100% دق میشیم دیگه، آره روی مجبوریت است که اینجا آمدیم. یک میبینیم اونجا هم شرایط جنگی است دیگه، مشکل داریم دیگه، مجبور اینجا آمدیم به خاطر هم اهمیتش یک ذره که سهولت داریم و یک آرامش برسیم، یک شک رای خود را پیدا کنیم دیگه. نه نکنیم بعدا چی میشه آقوبتش؟ آقوبتش هم دست خداست. تشکر کاکا جان، بسیار تشکر، سلامت باشین. خب آخرین پیامتون به مردم درباره ویروس کرونا چی هست؟ ویروس کرونا والا یه چیزایی که فرستاد دکترها میگن دیگه، نمی چیزا رو شما باید خود ما بعد از جان خود رسیدگی کنیم، یک نظافت خود را رعایت کنیم، اونم بعد از یعنی باعث موفقیت ما سی مرض سر آدم کار میکنه که ضعیف باشه و میکروب بعد از اینکه بعد از یعنی شکل در نظر نگیره، اونم مشکل داره بعد از اینکه خودش مریض میشه. باید آدم قوی باشه، چیزای ویتامین سی و ویتامین دی این چیزا رو بخورن که بعد از یعنی شکل ما کم باشه بدنش، وقتی وقت کام ما کم بود بعد این دیگه مشکل نداره، مریضی و خیلی تاثیرات خود نداره. تشکر، خواهش میکنم. تشکر، بسیار تشکر زیاد، تشکر. سلام علیکم کاکا، خوب هستین جان؟ شما جورا چور در بیاردم صحت خوب خیرت؟ شکر، سلامت باشین کاکا. اسم شما و از کجا هستین؟ اسم من برزاق، من اولاد پروانه دری ترمون. بسیار خوب، بسیار خوب. چی مدت میشه که در تاجیکستان زندگی میکنین؟ تقریبا یک هفت ماه میشه که زندگی میکنیم. هفت ماه؟ هفت ماه. بسیار خوب، بسیار خوب. آیا زندگی در تاجیکستان چگونه سپری میشه؟ سخته یا آسانه به حیث یک مهاجر؟ خدا سخته بیرا. سخته؟ سخته، چیز نیه، قراحت نیم. چی کاروبار میکنین؟ بیکار. بیکار هستین؟ بیخی بیکاری من. اولاد، مولاد اینجا کسی کار میکنه؟ نه اولاد های کار نمیکنه. خب چی توقع دارین از دولت خود افغانستان؟ دولت افغانستان این توقع داریم که جور بیان میره خمنی هچی که پاس بوریم و برار دیخ شدین پشت کشور؟ صد در صد، صد پشت در اولا. در کابل زندگی میکنین؟ در پلی سخته میشتیم. پلی سخته؟ بسیار دیخ شدین البته دیگه. بسیار خاره در پلی سخته. خب زندگی خوش، امید میکنیم کاکا جان داشتون به دیگه. بسیار تشکر، بسیار تشکر، سلامت باشین. سلام علیکم دوست عزیز، خوب هستین؟ سلامت باشین، شما خوب هستین؟ تشکر، بسیار زیاد. نامتان از کجا هستین؟ من زایر پامیری هستم از بدخشان، از بدخشان افغانستان. بسیار خوب، بسیار خوش شدم بیادر جان. چی مدت میشه در تاجیکستان زندگی میکنین؟ نه تقریبا دو سال میشه، دو سال میشه که همینجا هستیم با فامیل. چی کاروبار میکنین؟ که مصروفیت خاصی دارین یعنی؟ من تا یک 3 ماه پیش در سفارت بودم، سکرتر بخش تجارتی، بعد از او سکرتر بخش فرنگی و حاضر در کورس استاد سمیر انگلیسی درس میتونم. بسیار خوب، بسیار خوب، چقدر خوش شدیم بخواست، تشکر. خب زندگی به حیث یک مهاجر در یک کشور دوست همسایه کشور زیبای تاجیکستان چگونه سپری میشه؟ بله راست شو بگویم، ما اوقع خود چی نمی کنم، مهاجر احساس نمی کنم. بله. اما هم زبان و هم فرهنگ و هم سایه و ما راستی اوقع خود مهاجر احساس نمی کنم. تا بالا کدام مشکل به ما پیش نامده که ما خود
یک مهاجر احساس کنم دیگه. از هر نگاه واقعا راحت هستم اینجا. بسیار خوب، آرزو داریم کشور خود ما یک روز یک قسم سرسبز و آرام و بسیار باصلح باشه. والا ای گپ چه میگن ما ارکان قصیده واری که ام آخر از او ام حسن طلب است که یک چیز میخواهند امی قصه ما و شما امی رقم است، محفل خوشی باشه هرچی باشه، امی آخر از دی آخر اینمی است که دعای کل ما یکی است که بگم وطن جور شوه که بریم بخیر دیگه، اونم اونجا باشه اینجا هر قدر راحت باشه سرنوشت معلوم نیست دیگه، وطن هرچی نباشه وطن است دیگه، به وطن جای واقعا نمیرسه. خب مشکلات باعث شده که اینجا آمدیم دیگه، منتظر هستیم که بخیر آرامی شوه پس بریم انشاءالله. خب آخرین پیامتون برای مردم درباره ویروس کرونا چی هست دوست عزیز؟ والا ما واقعا نمی پیشتر چی شدم، پیشتر خبر شدم که اینجا آمده، خیلی یعنی اصلا برازی جدی نگرفته بودم و برازی هیچ چیزم نداریم، برنامه هم نداریم دیگه، خیلی یک شاک کردم و بعد از این دیگه کوشش میکنیم که همین چیزایی که کسایی که میفهمن درباره کرونا و توصیه‌ای که کردن باید کلش جدی بگیره، مثلا دست شستن و در چیز دست زدن و از ضد عفونی کننده استفاده کردن و این گپا رو باید جدی بگیره و از دوستام می خواهش دارم که همی خیلی رو باید جدی بگیرن دیگه، این چیزی که دکتر توصیه کرده کلش روزمره باید چی کنند، از چیزی که دکتر گفته امور را مراعات کنند دیگه، انشالله چیز گپ نمیشه. تشکر تشکر، خوش شده ما، سلامت باشین بدر عزیز. دوستان عزیز، این بود برنامه امروز ما. اگر برنامه ما خوشتون آمد پس تپمه لایک و سابسکرایب یادتون نره، لطفا با ما باشین. تا برنامه بعدی خداحافظ، خدا یار نگهدارتون. سلام دوستان عزیز، خلاصم.